سلام امیدوارم کارتون خوب خوب باشه تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری از کتاب انگلیش گرامر این یوز استفاده بکنید و گرامر انگلیسی رو یاد بگیرید تو این هم من باشید بفرستم دانشجو دکتر که مکمستر کانادا اگر اولین بار یه ویدیو از این کانال میبینید خیلی خیلی خوشحال کانال رو سابسکرایب بکنید من سعی میکنم راجع به اپلای و فاند گرفتن و اینجور چیزا راجع به آمریکا و کانادا ویدیو بسازم پیج اینستاگرام دارم خوشحال میشم اونجا هم شما رو داشته باشم خب به این راجع به نحوه گرامر خوندن صحبت بکنیم کلا کارایی که توی این ویدیو میخوام بهتون بگم رو خودم عینا انجام دادم حالا جلوتر توی ویدیو بهتون نشون میدم که مثلا چطوری از این کتاب استفاده کردم و این نکته بهتون بگم شاید خیلی از افراد خیلی از مثلا بلاگرهای دیگه‌ای که دنبال بکنید بهتون گفته باشن که گرامر نخونید یا خوندن گرامر رو خیلی قبول نداشته باشن بهتون بگم مثلا تو متن برید گرامرها رو ببینید و همونجا پیدا بکنید و همونجا از نظر مفهوم و معنی و متوجه بشید این روش خب یکی از روش های یادگیری حالا گرامر زبان انگلیسی هست و نکته که میخوام اینجا فقط بگم این که این روش لزوما رو همه جواب نمیده یعنی روش گرامر نخوندن و تو متن پیدا کردن لزوما برای همه مناسب نیست آره شاید یه عده با اون روش جواب بگیرن بدون خوندن گرامر فقط تو متن پیدا بکنن و یاد بگیرن و حالا یا اون افراد خیلی باهوشن یا هرچی هست ولی من از اون آدمایی بودم که مثلا کتاب گرامر داشتم کتاب گرامر رو خوندم قشنگ مثلا زخم و هم کردم پاره هم شده قشنگ اینجا از گلش. و کلا به نظر من باید گرامر خون کلا شما هم ببینید که کدومی که از این دو روش براتون مناسب هستش اگه میبینید که اگه تا حالا مثلا گرامر نخوندید و فکر می‌کنید گرامر خوندن مثلا اطلاف وقته یه مدت گرامر بخونید شاید نتیجه گرفتید شاید نمراتتون اومد بالاتر حالا اگه دارید آزمون آزمایشی می‌زنید. تیپیو میزنید یا کتاب های رو میخونید ببینید اگه دیدید پیشرفت انجام شد توی روند کارتون پس بدونید که گرامر خوندن براتون بد نیست کنا یه نکته کلی رو بهتون بگم هر وقت توی زبان خوندن دیدید که دارید درجا میزنید مثلا نمراتتون بالا نمیاد یا مثلا آزمون میدید آزمون آزمایشیتون نمرشون ثابته یا یک مدل گرامر رو هر چقدر توی متن میبینید متوجه نمیشه و باز همون اشتباه رو دارید بدونید یک جای کار رو دارید اشتباه میدید باید همونجا استاپ بزنید یکی دو قدم بیاید عقب تر. با خودتون مرور کنید آیا من گرامر پایه رو بلد هستم یا نه آیا لغت های رو بلد هستم یا نه اگه جوابشون مثبت بود ادامه بدید برید جلو همینطوری کورکورانه برای خودتون تی پی بزنید برای خودتون آزمون آزمایشی بدید فایده براتون نداره خب حالا که این نکته اولیه رو گفتم به راجع به طرز استفاده از این کتاب یه صحبتی با هم بکنیم مهمترین نکته ای که میخوام بهتون بگم اینه که در واقع این درس این کتاب رو به ترتیب نخونید خب. این کتاب یک کتاب مرجع گرامر هستش به صورت در واقع رفرنس توره مثل کتاب قواعد زبان فارسی مثلا شما بخواید باهاش از اول بخونیدش خب یک کار خورده مثلا حوصله سر بری برای خیلی‌ها باشه پیشنهادی که من براتون دارم اینه که بهت با توجه به سطح زبانتون درس این کتاب و ورق بزنید و بخونید سطح زبان از کجا پیدا بکنید؟ من توی یه ویدیو برنامه‌ریزی برای زبان که لینکش این بالا میذارم یه پی دی اف بهتون نشون داده بودم توصیه اینه که بعد از دیدن این ویدیو برید حتما اون ویدیو رو هم ببینید یه توضیح خیلی خلاصه بخوام راجع به اون پی دی اف بدم پی دی اف چی بود اومد بود بر اساس سطح‌های زبان انگلیسی A1 A2 b B2 و C1 اومده بود چیزهایی که شما نیاز یاد بگیرید تا تو اون سطح باشید و سبندی کرده بود مثلا برای گرامرش بخوام الان بهتون نشون بدم اینجا می‌بینید که برای ایوان چه گرامر های مورد نیاز هستش برای A چه گرامر های مورد نیاز هست و B1 و, B2 و تا C1. پیشنهادم اینه که همون کتاب رو همون پی دی اف رو در واقع بذارید جلوتون حالا یه پرینتش رو بگیرید تو صفحه لپتاپ بزنید جلوتون اون قسمتایی که بلدید رو تیک بزنید بلد نیستید رو دورش دایره بزنید و یه زبده چیزی مثلا یاد بگیرید بخوام یه مثال براتون بزنم مثلا اون پی دی اف اون قسمت ایوان رو دارید میخونید میبینید که آقا مثلا سیمپل پاست رو اصلا بلد نیستید نمیدونید چی حالا البته سیمپل پاست گرامر خیلی آسونه تو راهنمایی نما یاد میگیریم ولی بلد نیستید فوقش میاد چیکار میکنید میاد ورق میزنید میگید خب من میام فهرست این کتاب رو مثلا نگاه میکنم و میبینم که سیمپل پس درس پس سیمپل حالا یا سیمپل پس یا پس سیمپل درس شما 5 هستش بعد میام ورق میزنم درس پنج رو پیدا میکنم و اون درس پنج رو میشینم کامل میخونم حالا روش خوندن رو توضیح میدم پس مهمترین نکته این که این کتاب رو از اول نخونید چون که درس هاش این مقدار اصول سربر شاید باشه درس هم از به ترتیب مهم بودن تا غیر مهم بودن چیده نشده بر اساس صدهای انگلیسی نیست کلا اومده 100 تا 120 تا درس, درس گرامر رو اومده اینجا براتون چیده دیگه پس توصیه اصلی من این بود که بر اساس اون صدهای اون کتاب در واقع اون پی دی اف برید و اون که بلد نیستید رو پیدا کنید و بخونید یه مورد دیگه هم بهتون بخوام بگم این که این کتاب تقریبا 99 ممیز 9 درصد گرامر های انگلیسی رو پوشش میده شما اگه بتونید مهمترین درس‌های این کتاب رو بخونی تقریباً میتونم بگم اکثر گرامر رو یاد میگیرید یه سری ساختارهای پیشرفته که دیگه مربوط به سطح های خیلی بالای زبان هست شاید این کتاب نداشته باشه بخوام یه مدل مثال براتون بزنم اینورژن uh, رو به عنوان مثال نداره اینورژن چیه اگه شما بخواید شرطی نوع سوم استفاده بکنید مثلا بخواید بگید if i had known فلان اون if i had known میشه had i known همچین چیزی had i known you were here i would have come to see you همچین چیزی و خب اون رو نداره و این اینورژن یه گرامریه که خیلی پر کاربرد نیست یعنی تو سطح سطح اینترمدییت این کتاب نیست تو سطح ادوانس ولی به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم که بیت کتاب ادوانس رو بگیرید و بخونید کتاب واقعا کتاب گرامرهاش واقعا سخته اصلا کاربرد نداره شاید شما مثلا اصلا این وقت تو زندگیتون نبینید خیلی از اون گرامرها رو و این موارد حالا برای اون های مثلا یه مقدار سطح بالایی که شاید نیاز داشته باشیم مثل اون این ورژن که گفتم چیکار بهتره بکنیم فقط کافیه وقتی که به اون مدل گرامرها رسیدید یا احساس کردید که نیاز دارید اون رو احیانا توی رایتینگ های تافل دیدید تو سمپل هایی که خوندید دیدی، های دیدید یا توی ریدینگ های تافل دیدید میتونید برید یه سرچ خیلی کوچیک بزنید کاندیشنال تایپ 3 اینورژن توی گوگل راحت دیکشنری لانگمن رو براتون میاره سایت آکسورد رو براتون میاره و با کلی مثال اونا بهتون توضیح میدن و اصلا لازم نیست برایشون یه کتاب جدا بخرید تنها گرامری که من تو همین کتاب یاد نگرفتم هم همون اینورژن بود یعنی حالا من سعی دارم گرفتم تاپل دیگه حالا دیگه شما خودتون ببینید یعنی این عکسایز داره این کتاب پوشش میده بهتون خب تا اینجا ویدیو چطور بود اگه نکته مثبتی یاد گرفتید خیلی خیلی خوشحال میشم ویدیو رو لایک بکنید لایک کردن شما باعث میشه که یوتیوب بفهمه این ویدیو ویدیو خوبی و به بقیه پیشنهادش بده حالا بریم راجع به روش خوندن من صحبت بکنیم که من چیکار میکردم در واقع چطور این کتاب رو میخوندم برای خوندن این کتاب خب این کتاب قلوش 140 تا درس داره که درس‌هاش دو صفحه‌ای یعنی یه صفحه درسنامه است و یه صفحه هم در واقع جلوش تمرین و اینجا چیزا داره کار اولی که من میکردم که خب این درسنامه رو کامل میخوندم به صورت مفهومی طور و مفهومی طور یعنی چی؟ یعنی مثلا داشتم شرطی نوی رو میخوندم به صورت روزنامه وار نمیخوندم If I had known, last month, مثلا همچین چیزی نه با دقت کلمات رو مثلا دقت میکردم شاید مثلا جملات رب چطوریه چطور این جمله به اون جمله وصل شده کلا اگه یه ساختاری داره معرفی میشه الزامات چیه چه کامایی چه نقطه چه ویگوری هم چیزا دقت میکردم و اینکه خب این فقط خوندنش بود حالا خوندنش نکته خاصی نمیتونم بهتون بگم ولی برای مرور کردنش چند تا نکته خیلی خوب میتونم بهتون بگم الان کاری که من برای خوندن و کلا مثلا یاد گرفتن هر چیزی انجام میدم اینه که یه دفتر نوت برداری کنار خودم دارم همیشه یه دفتر نوت اصلی من الان میتونی توی, توی, توی این کادر ببینید اینجا که برای کاری دکتران فعلا دارم استفاده میکنم مثلا داشتم یه درسی رو میخوندم حالا بخوام مثال براتون بزنم همون شرطی نوع سوم که خیلی هم گرامرش برای خود من اوایل سخت بود وقتی اون گرامر رو میخوندم حالا تایتل این درس رو هم دارم براتون if i had known i wish i had known همچین چیزی سعی میکردم که یه خلاصه خیلی کوچولو در حد سه خط توی دفتر خودم بنویسم به چه صورت اول از همه اون ساختار کلی رو می نوشتم if به اضافه فاعل به اضافه حد مثلا بعد به اضافه شکل سوم کاما و دوباره فائل بعد به اضافه وود به اضافه هاف به اضافه مثلا دان به اضافه حالا ادامه جمله if i had known you were here i would have come to see you همچین چیزی و همچین ساختار به صورت فرمولتور می نوشتم و سعی می کردم زیرش دو تا سه تا مثلا جمله جمله حالا این جمله این کتاب میتونه باشه جمله دیکشنری میتونه باشه بنویسم این بهم این خلاص نویسی چه کمکی به هم میکرد هر وقت که یه مدتی میگذشت مثلا پنج روز ده روز از خوندن گرامرم میگذشت برمیگشتم عقب و اون گرامر رو مرور میکردم اون ساختار فرمونتور رو می‌خوندم، بعدش اون مثال ها رو مرور میکردم تو ذهنم و هی این تمرین و تکرارش باعث میشد که چی اون ساختار تو ذهنم بشینه و اینکه بفهمم که اوکی مثلا شرطی نوع سوم شرطی نوع سوم جمله بندیش و فرمول بندیش به این صورته یه کار دیگه دیدم که دوستام خیلیاشون انجام میدادن این بود که از فلش کارت میمدن استفاده میکردن به چه صورت اون قسمت روی کارت رو میومدن اسم می اون گرامر رو مینوشتن یا یه جمله به فارسی راجع به اون گرامر مینوشتن مثلا شرطی نوع سوم رو به فارسی ترجمه میکردن میخوام یه مثال براتون بزنم همون ایفای هاد نو کامپیوتر سی اینو ترجمه به فارسی میکردم به چه صورت اگه میدونستم اینجا هستی من تو رو میدیدم همچین چیزی خب این تو فارسی خیلی شد قواعد خاصی برامون نداشته باشه اما همین برگردوندنش به انگلیسی میشه شرطی نوع سوم دیگه این جمله رو تو یک ور فلش کارت می نوشتن پشتش میمدن چیکار میکردن پشتش میمدن همون مثال رو به انگلیسی می نوشتن در واقع همون رو به صورت ترجمه انگلیسیش رو می نوشتن این بهشون چه کمکی میکرد بهشون کمک میکرد که وقتی که خب این جمله فارسی رو میخوندن من اگه تو رو میدیدم میومدم ملاقاتت میکردم همون رو صحیح که انگلیسیش رو بگن میشه چی من اگه میدونستم تو اینجا هستی میدوسم ای فایلد نو اور می تو رو می دیدم آی وود هاف کام تو سی یو همچین چیزی و هی تکرار و تمرین این باعث می شد که خیلی از دوستان به این روش یاد بگیرن من هم تو این روش استفاده نمی کردم من بیشتر تو همون دفتر خودم می نوشتم شما هر کدوم این دو که راحت بودید می استفاده بکنید کار بعدی که می انجام بدید برای یادگیری این کتاب و این کار کارو من خیلی هم توصیه می اینه که بیاید تمرینات این کتاب رو حل بکنید اگه توی این کادر مشخص باشه من خودم می اومدم و در واقع اکثر درس های سخت این کتاب رو رو حل می کردم خوبی که حل کردن این تمینا داره چیه؟ اینه که خب این تامین به حال برای یه هدف خاصی دیزاین شده دیگه نویسنده این کتاب به حال که تمرین این ورده نداده اینجا حل کردن این تمرین باعث میشه که شما اون گرامری که همون لحظه بهتون یاد داده شده همونجا براتون تمرین بشه و همونجا بتونید استفاده بکنید اگه به عنوان مثال دارید ماضی نقلی یاد میگیرید مازین علی خب چیه آی هاف یا هز مثلا دان شکل سوم ف باعث میشه که این فرمول تو ذهنتون بشینه شکل های سوم رو یه خورده تمرین بکنید اگه بلد نیستید میتونید به یاد بگیرید اون شکل های سوم رو و کلا این گرام این تمرین کردن حل کردن تمریناش باعث میشه که خیلی اون ساختار و اون روند و اینا تو ذهنتون بشینه حالا نحوه استفاده تو جمله شاید یه خورده یاد نگیرید اون به اسم میگم چیکار بکنید ولی همین که این فرمول اون اون مدل گرامر رو اون مدل قواعد رو یاد بگیرید خیلی بهتون کمک میکنه کلا از نظر من گرامر مثل مثلا فیزیک میمونه مثل ریاضی میمونه شما اگه فقط فرمول از صبح تا شب بگید آقا مثلا سیگما اف مساوی ام ا حالا فیزیک دبیرستان و نرید مثال حل نکنید نرید توی موقعیت های مختلف اون فرمول رو نبینید هیچ فایده براتون نداره از صبح تا شب بگید سیگما اف مساوی ام آ، یه مسئله کوچیک بزنن جراتون از پا میپاشید از پا در میاید. و خب در نتیجه هم همینطوری دیگه گرامر هم که خب قاعده داره فرمون داره نکته داره ریزه کاری داره باید تمرین زیاد بکنید باید مثال حل بکنید باید بنویسید توی دستتون با دستتون باید بنویسید تا اینکه اون گرامر تو ذهنتون بشینه کامل و مورد آخری که میخوام بهتون بگم اینه که آقا باید شما زیاد بخونید و زیاد گوش بدید خوندن رو میتونید چیکار بکنید چه منابعی میتونید استفاده بکنید من تو همون ویدئوی منابع زبان انگلیسی که بالا براتون میذارم کتاب های اینساید ریدینگ رو معرفی کرده بودم این کتاب اینساید ریدینگ پنج جلد هستش و پنج جلدش دقیقا مشابه همین پنج سطحی بود که بهتون نشون دادم A1, A2, B1, B2 و C1 حالا چطوری از اون کتاب میتونید استفاده کنید؟ به عنوان نمونه بخوام بهتون توضیح بدم شما اومدید سطح بندی کردید خودتون رو دیدید که آقا سطح زبانتون در حد A2 هستش های A1 رو بلدید A2 رو یه مقدار مشکل دارید تک توک بلد نیستید کاری که میتونید بکنید اینه که برید کتاب اینساید ریدینگ جلد دومش رو یا بخرید یا دانلود بکنید همشون تو اینترنت هستش اگه بزنید کتاب اینساید ریدینگ رو راحت پیدا میکنید تو گوگل و صد جلد دومش رو گام به گام با اون گرامر هایی که دارید میخونید شروع کنید به خوندن شروع کنید به حل کردن تمریناش و این خوندن متن چه کمکی بهتون میکنه باعث میشه همون گرامر های اون سطح سطحی که دارید یاد میگیرید سطح ای که دارید یاد میگیرید همونجا به تدریج توی متن ببینید و خب قاعدتا به صورت ناخداگاه هم دارید میبینید ناخداگاه یعنی چی؟ یعنی دارید یه متن رو میخونید میبینید که اه نقلی که مثلا سه روز پیش شما خونده بودید یه هفته پیش خونده بودید اینجا یه جمله ازش اومده بعد که دارید اون جمله رو میخونید خب با دقت میخونید دیگه میگه خب آره فائل داره اینجا بعد هف رو به کار برده آها مفهوم این جمله اینطوریه آره این جمله همچین مفهومی داشته که اینجا به کار برده شرایط اینطوری بوده یا اینکه مثلا میتونید گوش هم زیاد بدید یعنی زیاد به متن های انگلیسی گوش بدید این کتاب ها معمولا یه سی دی دارن معمولا یه فایل صوتی همراهشون هست یا کتاب های تاکتیکس فور لیسنینگ من تو ویدیو هم ویدیو منابع زبان توضیح داده بودم این کتاب های تاکتیکس هم خیلی خوب هستن کلا گام به گام در واقع تمرین داره ریدینگ داره در واقع لیسنینگ دارن که لکچر میشه و اینجور چیزا و خیلی تمرین خیلی خوبی داره کلا میگم گرامر وقتی که میخونید کنارش باید هم متن زیاد بخونید هم متن زیاد گوش بدید تا اون ساختار تو ذهنتون بشینه کلا خوندن گرامر به تنهایی فایده نداره گرامر باید مکمل بقیه کاراتون باشه یا اینکه مثلا لغت خوندن هم همینطور من در مورد لغت هم حالا ویدیو دارم که اون بالا میذارم کشو لغت هم شما به تنهایی بشینید بخونید بزن فایده نداره شما باید به صورت خیلی فعال سعی بکنید که گرامر و لغت و ریدینگ و لیسنینگتون رو با هم تقویت بکنید بخوام براتون یه برنامه کاربردی بگم اگه دارید روزی چهار ساعت زبان میخونید با خودتون قرار گذاشتین آقا من روزی چهار ساعت میخوام زبان بخونم یه ساعتشو لغت بخونید یه ساعت گرامر بخونید یه ساعت متن بخونید یه ساعت هم گوش بدید گوش دادن هم همون کتاب تاکتیکس میتونید انجام بدید اگه نمیخوای کتاب بخونید تو یوتیوب پر از کلیپ و پر از ویدیوهای آموزشی و پر از مستند و تیکای کوتاه و اینجور چیزا میتونید ببینید و استفاده بکنید امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه من سعی کردم این گر... کتاب گرامنگیس رو بهتون توضیح بدم واقعا کتاب خیلی خوبیه اگه بتونید از این کتاب درست استفاده بکنید بهتون قول میدم که گرامر انگلیسی رو تا حد خیلی خیلی زیادی تا حد واقعا عالی یاد میگید و تقریبا به ندرت میتونم بگم که اصلا به سورس دیگه نیاز خواهید داشت امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگه مفید بود خیلی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید تو ویدیو بعدی